بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. ما گفتیم که انسان در یه سنی، دخترها در یه سنی، پسرها در یه سنی به تکلیف میرسن، اما معناش اینه که اگر به تکلیف نرسیدن، کودک بودن، ما مثلا بتونه ضرر مالی هم به کسی بزنه. اگر یه بچه‌ای ضرر مالی زد، یعنی لگد زد کوزه رو انداخت شکست، پدر و مادر بچه، اولیای بچه باید پول کوزه رو بدن. نمیتونم بگم بچه کوچولو نماز بهش واجب نی، اما اگر بچه کوچولو لگد زد کوزه رو شکست، یه ظرف رو شکست، پدر و مادر و اولیایش باید خسارت بدن. خود بچه هم اگر یک خلافی رو در بچگی نسبت به مال مردم کرد، باید بر صاحبش راضی کنه. و این مسئله مهمی هم هست. من خودم بچه بودم، میرفتم دهات کاشون، میوه میخوردم، فرار میکردم، چون مسئله بلدم. میگفتم اینو 15 سالم نشده، مثلا 12 سالم یا 13 سالم. وقتی به تکلیف رسیدم و طلبه شدم، دیدم نوشته کسانی که مال مردم از بین برده اند، گرچه در کودکی با صاحبش راضی کنند. بعد چند سال پول برداشتیم، رفتیم روستا، صاحبان درخت رو دیدیم، گفتیم پولو بگید منو حلال کنید. اکثرا نگرفتن، بعضی هم پولو گرفتن حلال کردن. اینطور نیست که اگر بچگی یک کار بکنیم تکلیف نداشته باشیم. تکلیف بله، بچگی نماز نخوندی طوری نیست، واجب نبوده، اما اگر مال مردم رو تلف کردی، مال مردم خواب بیداری هم نداری، مثلا طرف خوابیده پا میزنه چیز میشکنه، بیدار شد با پولشو بده، نمیتونه بگه خواب بودم. هوش باشه یا مست باشه، مست هم یه خلافی بکنه، نمیتونه بگه بابا اون زمان که من هوش نبودم. هوش نبودی ولی مال مردم طرف کردی باید بدی. پس ببینید، مال مردم، احترام مال مردم خیلی مهمه. من راجع به همین نماز حدود 40 نخ راجع به حقوق تو نماز پیدا کردم. 40 تا نخ. اگر حوضی، استخری، چند تا آجراش قصبیه، سر حوض میشه وضو گرفت. اگر تصرف در مال مردم باشه نمیشه وضو گرفت. اگر سر نماز مردم گفت آقا طلبم بده، راضی نیستم نماز بخونه، اسلام میگه نماز رو بشکن، برو پول مردم بده، برگرد دو مرتبه بگو الله اکبر. شما اگر وضو گرفتی، میتونه آب وضوش بره یه جایی که راضی نباشه، مثلا حوله من منه من راضی نیستم، شما بعد از وضو با حوله من صورت خوش کنید. حتی آب وضو اونجایی که ریخته میشه، باید اونجایی که آب وضو هم ریخته میشه، ولو مکان مال خودته، آبم مال خود، صورتم مال خودت، وضو هم خودت گرفتی، مگر آب وضو بره جایی که مال مردم باشه وضویی داره. مسئله حق و ناس خیلی دقیقه. اگر پدر و مادر گفتن نرو مسجد، ما تو خونه نیاز داریم به تو، مسجد نرو. اگر خانم میترسه نرو مسجد. خانم میترسه چرا میره مسجد؟ چرا میره روزه؟ خانم تنها میترسه تو خونه. بچه ها رو کمر شما بازی میکنن تو سجده، حضرت سجده رو طول داد، فرمود بذار بازی بچه ها تموشه بعد مثلا اون برمیدارم. گفتن یا رسول الله سجده رو طول دادی، فرمود کمر میدون ورزش بود، میخواستن بازی بچه ها با هم نخوره. مسئله حق همسر، حق پدر، حق بغل دستید. اگر پیاز میخوای بره نماز جمعه، از شب جمعه پیاز نخور، برای که ممکنه بوی پیاز تا فرد و زور تو نماز جمعه بشه، این بغل دستید ناراحت بشه. میخوای سجده کنی، فوت نکن به جای سجده، ممکنه خاکش بره تو چشم بغل دستید. اینا یه سری چیزهای دیگه است که حدود 40 تاشو من جمع کردم. عجب دینی داریم ما، همش به هم بنده. انشالله که خدا توفیق بده که ما هم وظیفه‌مون رو بشناسیم، هم عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.